سفرهای اربعین امسال در حالی آغاز شده که 2 سال وقفه کرونایی سیل زائران را روانه کربلا کرده است. با استمرار گرمای هوا و سهولت استفاده از حمل و نقل هوایی نسبت به سایر وسایل نقلیه، تقاضا برای خرید بلیت هواپیما زیاد شده و به همین خاطر سازمان هواپیمایی ظرفیت بلیت برای 100,000 مسافر را طی 1,000 پرواز در بازه 2 هفته‌ای اربعین تأمین کرده. اما ظرفیت فرودگاه‌های ایران به مقصد 2 فرودگاه نجف و بغداد در عراق محدود است و امکان افزایش بیشتر پروازها را نمی‌دهد. همین مسئله سبب شده مردم از روز شنبه که فروش بلیت شرکت های هواپیمایی آغاز شده در تکاپو برای خرید بلیت باشند. app.atair.ir رو میزنید. میتونید اپلیکیشن باشه. ممکنه شما برای 20 گیر نیارید. ولی من روزی دیگه اش گیر کرده. بلیتی که تنها در وبسایت ایلاین ها یا تعداد معدودی از دفاتر حضوری فروخته می شود تا جلوی فروش بلیت در بازار سیاه گرفته شود. واقعا ما الان هفته 155 تا پرواز تا روز 12 داشتیم. از روز 15 بعد که اوج پروازهای اربعین هم تقریبا قریب به 1,000 پرواز پیش می شده. به شرطی حالا موافقت طرف عراقی هم هست چون ظرفیت عراق هم محدوده. ما متناسب با افزایش ظرفیت که عراق برای پذیرش هواپیما اعلام میکنه، افزایش تقاضا روز گذشته، تجمع در دفاتر فروش و اختلال در سیستم فنی وبسایت ایرلاین ها را رقم زد. البته تا دیروز عددی خیلی بیشتری تا آخر شب و بامداد فروخته شد، چون نزدیکای پاسی از نیمه شب هم داشتن بلیط رو میفروختن. اما بعد از ساعات ابتدایی روند فروش عادی تر شد. فرودگاه نجف محدودیت پذیرش داره. ما از 20 تا فرودگاه نمی‌بینیم داخلی فرودگاه. ما متناسب با ظرفیت پذیرش فرودگاه نجف بلیت صادر میکنیم و ایرلاین ها هم روی سایت خودشون برای اینکه این دفعه دلالی نباشه و فروش های غیر متعارف نباشه و قیمت کنترل کنیم، خود ایرلاین ها دارن. با این حال بالا بودن درخواست ها دست بسیاری از متقاضیان را از خرید بلیت هواپیما کوتاه کرده است. با توجه به نسبت چند برابری تقاضا کننده با ظرفیت موجودی، تعداد با هم نمیخونه و اینکه ما نمیتونیم همه درخواست ها را اجابت بکنیم. اما به مرور این مقدار سبکتر میشه، از 15 بعد یه مقدار فکر میکنیم چرا بهتر میشه و میشه بلیت‌های مناسب‌تری خریده. از سوی دیگر برخی گزارش‌ها از تخلف ایلاین‌ها نسبت به قیمت مصوب حکایت دارد، اما سازمان هواپیمایی تأکید کرده شرکت‌ها موظفند این بلیت‌ها را به ازای رفت و برگشت 6 میلیون تومان عرضه کنند و هر گونه تخلف از این قیمت به سازمان تعزیرات ارجاع می‌شود. قیمت‌های مصوبی که تنها برای بازه 15 تا 30 شهریور مصوب شده و شامل ایلاین‌های خارجی هم نمی شود. ما تا الان گزارش دریافت نکردیم خطی بیشتر از 6 تومن رو پرواز داخلی داره خرید میکنه. اگه هم شرکتی مجموعی تخلف کرد اصلا خلاف کرده دیگه، ما باش برخورد قانونی خواهیم کرد، تعارف هم نداریم. اگه تخلف کرده سازمان تعزیرات. در نهایت به دلیل تقاضای زیاد خرید بلیت و از آنجا که مقرر شده بلیت ها به صورت روزانه در وبسایت شرکت ها قرار بگیرد، بهترین راه خرید بلیت مراجعه به سامانه های ایلاین هاست.